خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، با سلام خدمت آقای یزدان خداوند لو و خوش آمد به ایشون و تشکر از اینکه وقت خودشون رو میذارن، از جیب خودشون خرج میکنن تا چیزهایی رو که خوندن، یاد گرفتن، باور دارن به من و شما منتقل کنن. بدون هیچ گونه اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم. آقای خداوند لو، این شما و این هم دوستان شنونده و بیننده در سر تا سر جهان بفرمایید که چه باید کرد. درود بر شما آقای سربی، شنوندگان و بینندگانتون. من در جلسه گذشته که با هم گفتگو داشتیم که اون اپوزیسیون ایران رو آسیب شناسی میکردیم، اشاره کردم به این مقاله چه باید کرد، چرا که در اونجا یه سوالی مطرح شده بود که خب امروز حالا باید چه بکنیم، چه باید کرد. و هرچی تو آرشیوم گشتم دیدم که متاسفانه این مقاله بسیار مهم چه باید کرد رو من با شما یه برنامه تلویزیونی ازش نساختیم که زمیمه این متن بکنم و براشون ارسال کنم. این استش که تصمیم گرفتم این هفته درباره چه باید کرد ما یه گفتگویی داشته باشیم و بعد از ضبط شدن این رو من زمیمه این مقاله کنم و برای این آقایون و خانوما ارسال کنم. در این حال هم در گروه های فیسبوکی بسیار زیادی اشتراک گذاری کنم، چرا که مرتب این مقاله رو من حدود 10-12 سال پیش نوشتم، چرا که از اون موقعی که این رادیو تلویزیون های ماهواره‌ای به روی ایران باز شد، مردم پیوسته به این رادیو تلویزیون ها تلفن میکردن و این سوال رو مطرح میکردن که خب حالا ما باید چیکار بکنیم، چه باید کرد. و من احساس کردم که ضرورت داره من این مقاله رو بنویسم و توضیح بدم که چه باید کرد. حال بدون بعد از این مقدمه میپردازم به این مقاله و در روند خوندن این مقدمه هم لطفاً شما سه تا تصویر برای شما فرستادم، یعنی سه تا نقش هست. ابتدا اون نقشه امپراتوری ساسانی رو نشون بدید که در این متن من اشاره هایی به اون میکنم که چگونه ما رو از این امپراتوری بیزانس در طول حکومت ساسانیان پیوسته مورد حمله قرار میداد و سرانجام با تقویت همین اعراب جنوب غربی و جنوب ایران تونستن امپراتوری ساسانی رو بساطش جمع کنند. متاسفانه این عکسایی که فرستادید فرمتش یه چیز جدیدیه که باز نمیشه، ولی من از رو خود ایمیل نشون میدم. بفرم. بسیار خوب، در ایمیلم بله اونجا من گذاشتم یدان. چه باید کرد؟ در سالهای اخیر با اوجگیری مبارزات ملت قهرمان ایران علیه رژیم بنیادگرای اسلامی، پیوسته در رسانه‌ها هموطنان خواستار راهکار هستند و این سوال را مطرح می‌کنند که در این شرایط چه باید کرد؟ جواب: برای اینکه بدانیم چه باید بکنیم، اولین گام این است که یک، بدانیم چه حادثه اتفاق افتاده. این حادثه چرا اتفاق افتاد؟ سه، اهداف این حادثه چیست و سمت و سوی آن به کدام سوست؟ حالا در نظر بگیرید وقتی که حادثه اتفاق افتاده باشه ما از خودمون میپرسیم که چه باید کرد. حالا این حادثه اگر زلزله باشه سوال هم نمی کنیم، بلافاصله بالا میشیم از خونه میزنیم بیرون، چون غریزه اصلا به ما خط داره اعلام میکنه که باید بذاری بیرون، تو توانایی نداری که این سقف نگه داری بالا سرت، بذار بیرون. اما وقتی که حادثه یک حادثه اجتماعی باشه، در حوزه معنویات باشه، طبیعتا باید اون افرادی که داناتر هستن توضیح بدن که در این شرایط چه باید بکنیم. حال صورت مسئله را با راه رفتن بر روی خط علت و معلول جهت یافتن پاسخ به پرسش من، به پرسش های مطرح شده پی میگیریم تا چرخه آن تکمیل شود. C
37 سال پیش که الان شده 38 سال در کهنبوم ایران حادثه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و مردم ایران اسم این حادثه تاثیرگذار و سرنوشت ساز را انقلاب 57 گذاشتند. بنابراین رستاخیز 57 بزرگترین حادثه تاریخ معاصر ملت قهرمان ایران است، زیرا در جریان آن دفتر سامانه سلطنت بسته و نظام جمهوری اعلام شد و این اقدام ستورک مثل هر حادثه تاریخی به ناگزیر ریشه در گذشته دور و نزدیک سرزمین ما دارد، زیرا در طول 2500 سال تاریخ درازدامنه در پهنه فلات ایران دو نهاد سیاست و دیانت مسئول سامان اجتماعی و در آن نقش درجه اول داشتن و الزاماً هر فعل و انفعال مثبت و منفی مستقیماً به عملکرد آن دو نهاد برمی‌گردد. و اکنون به خاطر محدود بودن فضای نوشتار اگر از پرداختن با آن گذشته دور سر به نظر کنیم و با دیدی باز و استفاده از ابزار جامعه شناسی سیاسی و اتکا به فلسفه تاریخ به گذشته نزدیک در 50 تا 150 سال اخیر نظر افکنیم، در مقابل چشمانمان جامعه‌ای ظاهر می شود سنتی که در آن تنها دو نهاد، یک نهاد سیاست یعنی انجمن دربار متشکل از خانها، اعیان‌زادگان و فئودال‌های بزرگ و در رأسشان شاه، دو نهاد دیانت اسلامی با فیضیه، مسجد، آرامگاه امامان و لشکری از ملاها و مکلاهای عمامدار و بی عمامه ریز و درشت و در فرازشان آیت الله‌های بزرگ و مراجع تقلید که مسئول سامان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی و ده‌ها قرون دیگر بودند قرار دارند. و در همین مقطع از زمان آنتن‌های هوشمند آن جامعه سنتی یعنی روشنفکران عصر مشروطه متوجه می‌شوند این جامعه نسبت به جوامع دیگر از یک سو هویت ایرانی را به تدریج در اثر آموزه‌های شریعت نبوی از دست داده و در هیئت امت اسلامی با سیمای ژولیده و روانی آلوده به خرافات در آمده و از دیگر سو به شدت عقب مانده و این واپسماندگی باعث شده همسایگان دور و نزدیک دائما به ما تجاوز کنند و این تجاوزات که از 2000 سال پیش پس از فروپاشی امپراتوری هخامنشی ابتدا با سپاه اسکندر، بعد رومی ها، سپس اعراب، بعد ترک ها و مغول ها، پس از آن عثمان ها، پرتغالی ها، روس ها و انگلیسی ها پیوسته ادامه داشته و به تجزیه بخش بزرگی از کشور پهناور ایران رفته رفته حلقه محاصره به گرد ما تنگ تر گردید و می رفت که در آینده نه چندان دور کل سرزمین نیاکان را از صحنه جغرافیای سیاسی جهان در منطقه حذف کنند و واژه پرتنین استقلال از حافظه فرهنگی ما برای همیشه زدوده شود. با وقوف به این پدیده هولناک و افق تاریک و بازتاب فاجعه بارش برای این ملت کهن و آن پیشینه و قدمت تاریخی بسیار ناگوار بود که اجازه دهد دروازه فرتوت ناتوانی و دفاع از خود همچنان بر پاشنه فرسایش بچرخد، در نتیجه به فرمان خرد جمعی فرمانی به فرزندان ایران صادر شد که درنگ دیگر جایز نیست، قبل از آن که مام وطن را اهرمن صفتان پاره پاره کنند برخیزید. و در اثر این سروش بیدارساز احساس وطن پرستی سلحشوران ایران برانگیخت و شروع به مبارزه در عرصه نظر با خطابه و قلم و در حوزه عمل با قدم در پهنای وطن می کنند تا فرزندان این دیار کهن از گهواره رخوت و سستی هزار ساله به در آمده و گام بر صحنه پرتنش
و پرچالش تاریخ معاصر گذارد و نتیجه فعالیت آنها منجر به جنبش یا انقلاب مشروطه می شود و امروزه که ما بیش از 100 سال از آن نهضت ترقی‌خواه از یک سو در عمل ناکام از دستیابی به اهداف آرمانی به انسانی خود و از سوی دیگر نشکسته مطلق فاصله گرفتیم و با دیدی امروزی بهتر، روشن‌تر و علمی‌تر از گذشتگان و با در دست داشتن انبوهی از سند و مدارک به آن حادثه دورانساز می‌نگریم، نگارنده ابتدا تعریف انقلاب و سپس دستاوردهای ریز و درشت آن جنبش بزرگ را در 4 بند کوتاه و فشرده جمع‌بندی می‌کند. شما ممکنه اون نقشه دومی که نقشه تجزیه ایران هست رو نشون بدید؟ این همینه که نوشتید ایران کنونی؟ بله؟ همین که نوشتید ایران کنونی وسطش؟ نه، 3 نقشه است. یه نقشه که امپراتوری ساسانی رو نشون میده، یه نقشه دیگه تجزیه ایران روی اون چیز آخال، پیمان نامه آخاله، و یکی دیگه هم هستش که تجزیه ایران توسط اون رادولف میگم چیزی آمریکایی هستش کشیده. بله، اون من الان دارم نقشه تجزیه ایران توسط رالف پیترز رو نشون میدم. نه، رالف پیترز نه، یکی دیگه قبل از اونه. ای کاش این عکس‌ها رو شما شماره میکردید، میگفتید 1 2 3. بله بفرمایید. ایران کنونی وسطش نوشته. بفرمایید. بسیار خوب. این یه نقشه هستش که تجزیه بخش بزرگی از قفقاز بر اثر قرارداد گلستان در 1192، چون من در اینجا اومدم بحث کردم که به تدریج داشتیم ما در دوره قاجارها و قبل از اون هم تا این سرزمین ها و بخش های بزرگ و بسیار خوش آب و هوا را به تدریج از دست دادیم و این از دست دادن در شراب می رفت که بالکل ما را اصلا از صحنه جغرافیای سیاسی منطقه حذف کنن. من این نقشه را فرستادم و این مطالب را برای شما می خونم. تجزیه بخش بزرگی از قفقاز بر اثر قرارداد گلستان در 1192، تجزیه سراسر قفقاز بر اثر قرارداد ترکمنچای در 1206، تجزیه ولایت سلیمانیه بر پایه عهدنامه دوم ارزروم در 1226، تجزیه افغانستان بر اثر قرارداد پاریس در 1235، تجزیه سیستان و بلوچستان بر پایه حکمیت گلدسمیت در 1250 تا 1252، تجزیه سرتاسر خوارزم و فرارود بر پایه قرارداد آهال در 1260، تجزیه ولایت خانقین بر اثر مقابله نامه تهران 1290، تجزیه اکری یا آرارات کوچک در 1311، تجزیه قریه فیروزه در 1323، تجزیه بحرین در 1349، پیمان آخال. پیمان آخال معاهده میان امپراتوری روسیه و ایران است که در 21 سپتامبر 1881 میلادی، 3 شهریور 1260 خورشیدی، برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر بسته شد. انعقاد این پیمان در شرایطی صورت گرفت که نیروهای روس که تا سال 1863 اطراف آرال، سمرقند و تاشکند را تصرف کرده بودند، پیمان آخال تأثیر دوگانه‌ای بر ایران داشت. از یک سو ایران تا حدی از یورش‌های ترکمن‌ها رهایی می‌یافت، اما این امر بهای گرانی از دست رفتن سرزمین‌هایی به دست آمد که ناصرالدین شاه ادعای سلطنت بر آنها را داشت. همچنین خط مرزی کاملا به نفع روسها طراحی شده بود. به گفته لورد کرزن، روسها در ضمن انعقاد قرارداد مرزی اولا کوههای بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از دهکده های ایران قطع کنند
و در نتیجه محصول خراسان را تباه سازند. شما به یاد دارید همون آقای اعلیحضرت که اومد توشی کرد و اون هرات رو چیزشو داد، اون رودخانه هیرمن رو داد و اون دریاچه هیرمن خشکید، یه چیزی معادل 3 تا 4 میلیون هموطنان ما آواره شدند. هیرمن رو پدر شاه داده بود؟ نه 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 نه، هیرمن رو مثلا هیرمن که تا این آب هیرمن رو اومده بودن اون بالا میخواستن سطلی بزنن و این آبی که هر ساله میومد توی این دریاچه هیرمن و اونجا خب 3-4 میلیون نفر از سیستان و بلوچستان و این دور و برها با اونجا زندگی میکردن، این آب قطره‌ای شد و نیومد و آخر سرم خشکید، یه بیابانی تبدیل شده و ناچار بودن سیستانی و بلوچستانی هایی که در اون منطقه از این رودخانه استفاده میکردن که یک رودخانه تاریخی هستش برای ما، این اونجا رو ترک بکنن و آواره بشن. و آقای اعلیحضرت هم گفته بود که برای ما که فایده نداره، فروش 2 روز پول نفت از اون بیشتره. تا اونجایی که من میدونم رودخانه هیرمن در زمان رضاشاه به اصطلاح از دست ایرانیا رفت و بحرین در زمان آقای محمد رضاشاه، و جالب اینه آقای مرداد خانساری خیلی قشنگ توجیه میکنه که بحرین رفتنش به ضررمونم نبود چون 3 تا جزیره گیرمون اومد. خب حالا من یه روزی برنامه درست بکنم برای شما، تمام تاریخ اون دریاچه هیرمند رو، اون رودخانه هیرمند رو و اون دریاچه رو سرنوشتش رو برای شما باز میکنم که چه مصیبتی بر اون رفت. ضمناً خانم دکتر بهیه جیلانی هم از فرانسه نوشتن که اگر کسی راهکاری داشت که چه باید کرد خب انجام میداد. خب بله، ما این رو باید از این پابسن گذاردگان ما که در اون موقع، یعنی اون موقع که انقلاب شد، من و شما 28 سال بیشتر نداشتیم، 25 سال 30 سال، ولی در مقابل ما حداقل یه تعدادی بودن که بالای 40 سال تا 60 تا 70 سال داشتن، اونا باید متوجه می شدن و می گفتن که هنوز هم نگفتن. و امروز ما که نسل جوان اون موقع بودیم و الان پابسن گذاشتیم، داریم درون درون این ضعف ها رو کالبد کافی می کنیم. خب علاوه بر این، دولت ایران تعهد کرده بود که اجازه ندهد در امتداد رودهایی که وارد خاک روسیه می شود روستای جدید ساخته شود یا اراضی زراعی آن مناطق گسترش یابد یا برای زمین های در حال کشت پیش از حد آب مصرف شود. نقشه‌ام که برای شما نهاد دادم، اگر که شما به نقشه توجه بکنید، خاک هایی که ما دست دادیم در دوران قاجارها تقریبا بیشتر از خاک فعلی ایران هست و مهمتر این هستش که بسیار هم خوشخواب و هوا و سبز و خرم بودن و حاصل خیز. برای ما مونده و وسط دوتا کبیر بزرگ. خب ادامه میدم به موضوع. در اینجا وقتی که ما میخواییم بگیم که چه اتفاقی افتاد، بگیم که در 1357 انقلاب اسمت گرفت. بسیار خب، انقلاب رو تعریف میکنیم که تفاوت اون رو با شورش و بلوا و توته و نمیدونم هیچ چیزایی رو که میگذارن مشخص بشه. انقلاب با شورش و بلوا فرق میکنه دوستان عزیز. تعریف انقلاب: انقلاب به معنای منقلب شدن، بالا آوردن آنچه به خورد آدمی رفته و در جامعه، یعنی شکستن ساختار کهنه و ایجاد نظم نو. و به همین دلیل است که گفتم انقلاب در بنبست ها آغاز می شود و دستاورد آن منجر به یک کار را داریم که بعدا مثبت یا منفی می شود. در هر حال وقوع انقلاب به خاطر این هستش که جامعه در بنبسته می زنه که باز کنه. حالا به کجا میره؟ از این ستون به اون ستون، فرجیه میگن. یک، سرنگونی حکومت ارباب و رعیتی و فرتوت قاجاری که مزدوران ایرانی نمای روس و انگلوفیل درباری جلوگاه های اقتصادی و اجتماعی آن را در قبضه خود داشته و سنگ سنگینی در مقابل شهرهای تحول، ترقی و توسعه ایران با دولتی ناکار آمد و دور مانده از منطقه زمان و افکندن سایی کمرنگ از ایجاد نظام جمهوری در افکار ملت شد. این مربوط میشه به دوره انقلاب مشروطه. دو، تقدیم قانون اساسی به ملت ایران.
که با این عمل اهالی ایران زمین از حافظه تنگ ایلی، قومی، قبیلگی و وابستگی های خاندانی، دودمانی تا حدودی به در آمد و در واحد بزرگتر ملت قرار گرفت. واحدی که در آن هر ایرانی قرار شد به عنوان یک شهروند محسوب شود و از سلطه شاه و شیخ رها و تحت حمایت قانون قرار گیرد، تا در نهایت پدیده دولت ملت به تدریج در ذهن آنها جایگزین امت اسلامی شود و جمله ما مسلمانیم به زیر سوال رود. از فرانسوی وقتی که میپرسی که آقا چیکار کی هستی، میگه من فرانسویم. از ما میپرسی، میگه من مسلمانم. سه، تقدیم پارلمان تدیس یا ایجاد خانه ملت که فرزندان انتخاب شده از سوی مردم در آن گرد هم آمده و به وضع قوانین و اداره امور جامعه بپردازند. آقای سربی، شما فکر کنید در دوره قاجاری ما پارلمانتاریست داشتیم؟ دولت داشتیم؟ هیچ کدوم نداشتیم. چهار، ایجاد مدارس جدید به سبب اینا رو که من دارم میگم محصولات اون انقلاب مشروطه است. ایجاد مدارس جدید به سبک و سیاق اروپایی که یکی از بهترین و تحسین برانگیزترین ارمغان انقلاب مشروطه بود که به یمن آن ما امروزه میلیون ها انسان تحصیل کرده و باسواد در اختیار داریم. ابزاری بالقوه نیرومند که با اندک آموزش حرفه‌ای، آموزش حرفه‌ای در هر شاخه‌ای از تخصص میتواند به نیروی بالفعل کارآفرین و ثروتزاد تبدیل شود و جامعه را از فقر، فلاکت، پریشانی و عقب‌ماندگی فاجعه‌بار تاریخی رها بخشد. تا این مرحله شما بحثی ندارید؟ نه، من فقط یه سوالی دارم درباره وقتی که شما میگید تجزیه، اون کشورهایی رو که هر کشوری مثل ایران یا یونان در حملات مختلف رفتن، حالا یا با جنگ یا با تشویق گرفتن از کشورهای دیگه، بعد این شده جزء کشور ما، بعد که این کشورها تیکه تیکه میشه، چرا ما فکر میکنیم تجزیه شدیم؟ ضمن این که از اول ممکنه اینا مال ما نبوده. ولی یه چیز جالبی شما گفتید درباره این که جاهای خوش آب و هوای ایرانو در طی این حکومت‌های بی صلاحیت از دست دادن و فقط دو تا کبیر وسط ایران فعلا باقی مونده. اگه در این موردم توضیح بدید ممنون میشه. بله، ببینید، ما ابتدا در پهنه فلات ایران یه امپراتوری ماتها رو داشتیم که تقریبا به صورت ملوک طوایفی اداره میشد و سیستم نظام سیاسیش هم سنترالیسم بود که هر قوم و قبیله در هر منطقه دارای یک شاه بود و در رأس اونها شاهنشاه قرار می گرفت که اون دودمان گشتاسب بودند. ولی هر کدوم از این شاهان در منطقه خودش دارای خودمختاری بود، اما در یورش های بزرگ و یا تهدید که می شد اینا یه دفعه جمع شدن زیر اون چتر شاهنشاه. خیلی خوب، و به همین خاطر بود که در دراز مدت با همون آشور بسیار در طول 220 سالی که ماتها در سر کار بودن مرتب در کشمکش بودن. ابتدا آشوریان از ماتها باج و خراج میگرفتن و هر ساله باید بسیاری از مالیات ها رو به اونا میپردادن. آخر تصمیم گرفتن که بذارن زیرا بشید، بذارن رو جمعش بکنن و زمینه کشور خودشون کنن. خیلی خوب، بعدان هم هخامنشیان اومدن. خب با خود ماتها هم که اتفاقا خشاوندی های خانوادگی داشتن اومدن، تومار و ماتها رو جمع کردن و تشعشعی که کرد اومد اون امپراتوری بزرگ هخامنشی رو که از مرزهای هندوستان و اون کوههای هندوکش تا شرق اروپا رو در بر می گرفت و مقدونیه اونجا رفته بودن، این به وجود اومد و برای مدت 250 سالی هم در اونجا حکومت میکردن که در واقع فرادست هم بودن. حالا وقتی که یه امپراتوری به وجود میاد، من برای شما بعداً یه مقاله رو نوشتم که الزامات امپراتوری، چرا یه امپراتوری به وجود میاد، به چه دلیلی مثلا فرزندان انشان بلند شدن قبائل دیگر رو با هم متحد کردن و
اون امپراتوری بزرگ هخامنشی رو به وجود آوردن. در این زمینه ما باید بریم تو وارد فلسفه تاریخ بشیم. در آینده من یک برنامه در این زمینه درست میکنم که پاسخ این سوال شما رو داده باشم که وقتی که امپراتوری تشکیل میده و بعد وقتی یه تجزیه که میشه، این بستانهایی رو که زمینه که خودش کرده بود اینا چیز گریزت مرکز چیز میکنن و میرن بیرون و هر کسی مستقل میشه. این به خاطر اون عناصر درونیشه که نتونسته در میدان جاذبه خودش نگه داره و بچرخونه. سرانجام این پاراسنگ ها از دوره بهش جمع چی میکنن و میرن بیرون. سوال دوم شما دیگه چی بود درباره این زمین هایی که ما دست دادیم؟ جاهای خوبش رفته، دوتا کبیر مونده. بله، شما در نظر بگیرید مثلا اون نواحی، شما اون استانهای گیلان و مازندران رو دیدید؟ بله بله. مناطقی هستش کاملا سبز خرم که اگر مدیریت بسیار درسته باشه بیش از 200 میلیون نفر رو میتونه خوراک بده این منطقه، این ناحیه. خب از همون طرف که بریم به طرف ترکمنستان و همون قرقیزستان و این حرفا، چون در مدار بالاتری هستن، روی خط استوا نیستن، گرم نیستن، آب و هوای بسیار خوبی داره و برای کشاورزی بسیار حاصل خیز هستند. همینطور این طرفش هم به طرف ترکیه که انتخاب کنید. این نواحی رو متاسفانه ما از دست دادیم. اگرم نیومدن این پایین ها رو بگیرن به خاطر اینه که به دردشون نمیخورد، چون که خرج دخل میکرد. میومدن بیابون رو بگیرن برای چی؟ اون طرف کلی رفته بودن آسیب میانی رو تا مرسال رو چیز همه رو گرفته بودن دیگه. اون نواحی که برای ما حاصل خیز بود و الان ما میتونستیم بریم اونجا کشاورزی و دامداری بسیار گسترده را بندازیم رو از دست ما گرفتن. من چند وقت پیش که درباره پلکانی کردن صحبت میکردم، این نواحی اگر ما در اختیار داشتیم توسط همین پلکانی کردن، بسیار از اسرائیل هم جلوتر میافتادیم در تولید خوراک و به تمام دنیا میتونستیم خوراک تولید بکنیم، صادر بکنیم. خب ادامه میدم. اما در عمل با تعصب بسیار از این چهار ارمغان درشت انقلاب مشروطه که می توانست در عمل و نظر بسترهای زیرین و راه‌های رشد علمی و ترقی سامانمند را به تدریج فراهم آورد، تنها دو اصل یا بند آن، یعنی سرنگونی حکومت قاجاری و ایجاد مدارس جدید پس از فراز و نشیبی بسیار چو زایمانی دردبار، از قبه به فعل درآمد. اما دو بند دیگر، یعنی تقدیم قانون اساسی و اجرای مفاد آن که باید در مدارس و دانشگاه ها به ما فرزندان ایران در جهت شهروند شدن، آشنایی با روح قانون، تشکیل احزاب برخواسته از پیکر ملت به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن، روزنامه نگاران و مستقل و آگاه به امر سیاست و درست راه رفتن روی خطوط منطق و مرزبندی های جامعه در ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری تعادل بین فقر و ثروت، به کار گرفتن امکانات مادی و معنوی در جهت ساختن زیربنای علمی کشور در آستانه قرن 20، قرن تحقیقات میکروبی، اکتشافات فضایی، عصر رایانه ها و نانوتکنیک و تحولات گران در سطح جهان و صنعتی شدن، آموزش میدادند که ندادند. و در عوض به جای ساختن صدها هنرستان حرفه‌ای، فنی و بردن فناوری به روستاهای مستعد، 55,000 مسجد در کوچه و خیابان ساختند و شرعیات دینی در جهت انقیاد ذهنی در مغزمان فرو کردند و در ایجاد خانه ملت و احترام به صدور فرامین و تصویب قوانین از سوی فرزندان برگزیده این آب و خاک، از همان روز اول تأسیس تا به امروز، از یک سو در اثر فقدان طبقه متوسط و آگاه به امور سیاست، احزاب مستقل، روزنامه‌نگاران باسواد و ضعیف بودن نیروی ترقی‌خواه در سطح کشور، و از سوی دیگر در اثر توطئه، دسیسه، کارشکنی‌های متولیان ریز و درشت آن دو نهاد مزاحم سیاست و دیانت فرتود و تاریخ مصرف تمام شده شاهنشاهی اسلامی که شاه و شیخ در رأس آنها قرار داشتند، با کمکاری، تعطیل،
انحلال و ترور اعضای وطن پرست و به توپ بستن خانه ملت و طویل خطاب کردن آن و خرید فروش کرسی ها و آرای نمایندگان و ایجاد انتخابات فرمایشی حتی هنگام فعالیت بیرمق، عقیم و بی ثمر آن نهاد قانونگذار و پر کردن از نمایندگان انتصابی که بخش بزرگی از دوره وکالت خود را نه در حوزه انتخابی بلکه در اروپا و آمریکا به خوشگذرانی می پرداختند و بی خبرند اینکه محل نمایندگی آنها در کجای ایران قرار دارد و اهالی منطقه چه نیازهایی دارند و انباشتر مزدوران دست نشانده، دست بوس، بله قربانگو و فرومایی آن دو نهاد عفونتبار و همیشه طلبکار از ملت محجوب ایران که قرنها اعضای نهاد شیخ و شاه را بر گرده خود حمل کرده که عدم فرد فردشان بهت وجودشان بود، با ترس و لرز و ارادت سالوسانه و چاکرمنشانه به ابلیس به تصویب قوانین ضد ملی و پایمال کردن حقوق قانونی نخبه کشی در تمام سطوح و اسارتبار ملت روبرو شد. اما در سوی دیگر ملت صبور و شکیبای ایران در طول بیش از نیم قرن انتظار در به دست آوردن حقوق قانونی و آزادی سیاسی و تشکیل احزاب به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن و توسعه اقتصادی و به بازی گرفته نشدن و کنار گذاردن در اداره امور و آدم به حساب نیاوردن و در حاشیه نگاه داشتن مردم با رفتار اهانت‌بار از سوی متولیان فرومایه آن دو نهاد که یکی او را بنده و دیگری رعیت و غلام خود می دانست، در انتظار فراهم آمدن ابزار کار برای جراحی سرنوشت ساز و حذف آن دمنهای بدخیم شیخ و شاه از پیکر گوهرین جامعه نوین ایران، آزرده خشم خاموش خود را فرو می خورد و در درون خود متراکم می کرد تا در یک بزنگاه تاریخی واکنش هراس‌انگیز خود را در مقابل آن همه کنش‌های اهانت‌بار که همزمان با کوچ بیش از 50% روستاییان در طول 50 سال پس از انقلاب مشروطه در جهت زندگی بهتر به سوی شهرهای بزرگ و در عمل متراکم یافتن در چند نقطه از کشور به نام کرمشهرها و ایجاد بیغوله‌ها، حلبی‌آبادها بدون کوچکترین امکانات رفاهی، آموزش حرفه‌ای و از دست رفتن وجه روشن شخصیتشان که محصول کارورزی در روستاها بود و آمیخته شدن سطح تاریک، خرافی و دینخوی آنها با بزهکاری شهری که منجر به لومپنیسم اجتماعی حتی در سطوح تحصیل کردگان و در نهایت باعث برهم خوردن تعادل نیمبند و قوام نیافته شهروندی شد. آقای سربی یادتو میاد در انقلاب قبل از انقلاب سال 55-56 بود، من یک خاطره رو برای شما تعریف کردم که دفعه بالای شهر تو خیابون مهناز و آبادان ها اون بالا بالای عباس آباد یه دفعه دیدم شهر خلوت شده. از آقای ساندویچ فروشی پرسیدم که چرا خلوت شده، گفت مگه نمیدونی؟ گفتم چی رو باید بدونم؟ گفت مگه نمیدونی مراد برقیه دیگه؟ حالا شما مراد برقی رو وقتی که من رفتم نگاه کردم دیدم یه آدم مشنگی یه دونه مرسدس بنز مدل 170 و اون بالای شهر تو اون چیز بالای بلوار الیزابت اونجا میدون و این ور و اون ور قفتابه و لگن و قابلامه و دیگه آویزون کرده و اینجا و تمام بالکل مشنگ بازی این شده بود. رفته بودم میشستن اینم تازه طبقه بالای جامعه ما نشستن اونجا مثل اینطوری اینون تماشا میکنن شهر قلبت شده. و از اون طرف دیگه هم یه آقای دیگه ایرم به نام پرویز صیاد راه انداخته بودن که یه دهاتی بلند شده اومده شهر یا یه شهری رفته بعد یه مدتی در شهر بودن رفته توی دهات مزخرفاتی سر هم میکردن که اینا پرطرفدار بود و در نهایت چنان شخصیت هایی رو ساختن. ما از این شخصیت ها انتظار داریم که مثلا بیان مسائل جامعه شناسی سیاسی رو تجزیه تحلیل کنن. بحثی دارید شما؟ نه خیلی یادم میاد بله سمد و اون ماجرای آقای پرویز کاردان مراد برقی بله. خب یا هم یه دونه مطلبه اینه که من گذاشتم شما به مرتبه گذاشتین آقای مطالعه
بله بله مطمئن. اینطور برنامه ها رو میگذاشتن، به اینطور برنامه ها هیچ وقت توجه نمی کنن که اصلا این طرز تفکر انسان ایرانی توی دوره اعلیحضرت رو داشته تقلید میکردن. این ملتی مشک. خب شهروندی شد، شهری که سیمای بیرونی و ساختار درونی آن تا مقطع 57 در پارامترهای علمی شهر و شهروندی حد نصاب پایین‌تر از 40% را هم به خود اختصاص نمی‌داد، که در اصل شهر نبودند بلکه دهات، شهرهای تورم یافته‌ای به حساب می‌آمدند. در 1357 در اثر تراکم آزردگی و نادیده گرفتن مطالبات برحق و خشم فروخورده و تحکامی حاصل از آن اصلاحات ارضی غلط که از یک سو روستاها و سطح کشور تخلیه از نیروی تولید و از سوی دیگر تبدیل به مصرف کننده بر گرده شهرهایی که ظرفیت پذیرایی و تربیت آنها را نداشت شدند و تراکم روز به روز روستازادگان کمسواد و بیسواد بر گرده شهر و شهر بند روان پریش شهرهای بزرگ که به جای خواندن جامعه شناسی سیاسی، تاریخ اجتماعی و فلسفه به انتقاد از خود و پی بردن به ضعف ها و ناتوانی های بنیادین در گشودن دیدگاه خود بر مشکلات و درگیری با تناقضات و اشتغال به فناوری مشغول مشاعره و دیدن فیلم های آبگوشتی و قتل های ناموسی و هفتیرکشی و مرادبرقی بودند و غافل از اینه که با افزایش روستایی در گرد او، یعنی در داخل شهر، روستا به تدریج حلقه تنابدار انتقام از شهر را در طول 500 سال اخیر با گرفتن خاربار و نوکر و کنیز بدون تقدیم فناوری شهری او را غارت کرده بود، بر گردن او میبافد. و آن صنعتی کردن فاجعه بار کشور با احداث بیرویه کارخانه های مونتاژ سازی و بیکار خانه خراب کردن پیشه‌وران و صنعتکاران خرده پای شهری و انباشتن آنها در اردوی بیکاران دادشهرها به تدریج در حافظه قومی و سرانجام در خرد جمعی آنها این مفهوم شکل گرفت که این دو نهاد فرتوت و مندرس سیاست و دیانت و وبان گردن ملت ایران ناتوان از ایجاد جامعه فعال و مدرن و اداری آن هستند. در نتیجه عزم خود را جزم کرد تا هر دوی آنها را از صحنه بیرون و از شرشان برای همیشه خلاص شد و در راستای این هدف آینده ساز پس از لبریز شدن کاسه صبرش زلزله‌ای در ارکان سیاسی و طغیانی در اقیانوس انسانی خود افکند و انقلاب که گفتند اندر بنبست ها آغاز می شود در افق تاریخ ایران سر بر فلک کشید و ملت به فرمان خرد جمعی به مدد نیروی آسی و مصمم در انجام کار همچو دریاخیز انسانی و حلقه زده در پیرامون شهرهای بزرگ با امواج و پسلرزه های ریز درشت مخصوصا در کلان شهر تهران که مستعد در فرود آوردن ضربه فلکساز در زرادخانه انسانی خود هم باشته بود با ضربتی هراس‌انگیز هرم سلطنت و نهاد سیاسی آن که شر اول در آستانه میدان نبرد اسلحه به دست پیش رویش بود را به قول حافظ چو شاهبازی که به شکار مگسی بیرود در هم کوبید و در کوتاه زمان وجود هواداران و مزدورانش را از صحنه جامعه پاک و دفتر ظلم و سیاهکاریشان را برای همیشه بست و به بایگانی تاریخ سپرد و این دومین بار بود که ملت قهرمان ایران بعد از دولت قاجاری نه به دست خارجی بلکه به بازوی نیرومند خود دودمانی را از اریکه قدرت به زیر آورد و اراده خود را تحمیل و نقش قضا و قدر و بخت و اقبال و سرنوشت خود را به کنار زد و نظام جمهوری اعلام نبود و بلا فاصله به سر وقت نهاد دیانت، یعنی آن عفونتگاه عظما و جهل مرکب که در طول بیش از 1000 سال حضور اهریمنیش در فلات ایران چون دندان کرمیده و به اجوار در آرواری کهن کاشته ما که پیوسته سموم فلجزایش را در قالب اوهام
و ترویج خرافات تا عمیق‌ترین نسوج کروموزومی سرشت زبانی و فرهنگ ما نسل اندر نسل تزریق کرده بود آمد، تا ابتدا با ترفند تشویق تکریم بی دلیل نبود که میگو روح منی همینی بودشکنی همینی، تا اینکه بخواد بکشتش بیارتش جلو ازش کار بگیر، و تعظیم سپس مزاح حج حرب و سرانجام در صورت پایین نیامدن از خر شیطان با اسلحه در مسافی خونبار تکلیفش را روشن، تومارش را در هم بچیده و رخت نکبت بارش را از حیات روحی و روانی ملت ایران برکرد و از شرش شر حیات انگلیش شاید برای همیشه رها و عطای خرافاتش که تنها کالای حضورش در این سرزمین پهناور بود را به لقای مهملاتش ببخشد، و این حقیقتی است نهفته در اهداف رستاخیز 57. چقدر دیگه وقت داریم آقای سربی؟ حدود 17 دقیقه، ولی یکی از دوستان اعتراضی کردن به شما، اجازه بدید من بخونم براتون. بفرمایید. ایشون نوشتن که بذارید دقیق از روی نوشتهشون بخونم. نوشتن که صمد فیلم انتقادی که انگشت روی زخم اختلافهای طبقاتی و فرهنگی بین ایرانیان میگذاشت. پرویز صیاد دستکم با فیلمهایش و یا در امتداد شب تابلوهای اجتماعی را میشکست. شما چه کاری کردید یا کردند؟ ایشان چه کاری کرده؟ بله بفرمایید. بله ایشون درست میگه، ایشون درست میگه. استثنا آقای صیاد به نسبت سهم خودش بسیار کار کرده و منتها هنوز اونا رو این کارهای رو کرده رو نهی بردن کار با چرافی کنن، و حتی همون مراد برقی رو نهی بردن کار با چرافی کنن، بهش اشاره نمی کنن. و منم در این یوتیوب هرچی گشتم اون سریال هایی که 5 دقیقه درباره آقای مطالعه بود رو نتونستم پیدا کنم، همه اونا رو پاک کردم. چرا؟ تا مورد بررسی قرار نگیره، و این نشون میده که پهلوی ها در اونجا هم نفوذ دارن، یا اینه که مثلا توسط جمهوری اسلامی دارن این کار رو میکنن، من نمیدونم. در هر حال ایشون که اشاره میکنه درباره صمد و آقای صیاد درست میگه، درود بر ایشان. اما این اقدام سترک چگونه صورت گرفت و کنایشان چگونه بود؟ خرد جمعی ملت ایران با انتخاب یکی از کل شق‌ترین عضو نهاد دیانت اسلامی که برای خود پیشینه سیاسی فراهم و صلاحیت ورود به صحنه و با حمایت پرشور مردم جسارت به دهان اینان زدن و دولت تعیین کردن را پیدا کرده بود آغاز کرد. پیر کودکی با ریش سفید، شما میدونید که کیه دیگه؟ بله آقای خمینی. اون مردی لاغرندام، استخوانی، مملو از عصبیت دینی و جمود فکری که مثل رضاخان و نادر که هر دوی آنها در مقطع سقوط یک دودمان و انتقال قدرت در صحنه سیاسی ایران ظاهر شدند بود، و ملت ایران در تدارک صحنه به سرعت با ساختن شعار مشهور و آهنگین و دلربای ملا و مکلایان نقل بنده روح منی بودشکنی همینی نهاد دیانت اسلامی را به وساطت جمیع متولیان ریز و درشت ملا و مکلا از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت با حرکتی قاطع بر اریکه قدرت و میدان پرچالش ایران معاصرف کرد، تا تکلیفش را روشن و رخت نکبتبارش را از پهنه کهنبوم ایران برکند و اقلیت تمامیت خواه مذهبی اجتناب ناپذیر با پذیرش و ایفای این پرده پایانی در راهی بدون خروج و بنبست تاریخی در راستای حذف تدریجی خود رویاروی ملتی کهن در تاریخ پرفراز و نشیب و خونبار این سرزمین در میدان بقا تهاجم‌های سهمگین خارجی و منازعات مدنیت برباردی داخلی را پشت سر نهاده و در سیر سلوک زیستن
و تنازع اجتماعی طبیعی در حوزه بقا، امتیاز حضور در صحنه تاریخ از هزارهای دور در ید قدرتش بود، قرار گرفت و ملت قهرمان با این ترفند هوشمندانه و خرد دوراندیش خویش، به قول فرزانه بزرگ طوس، دشمن را به پای خود آورد به گور. و در همان ابتدای ورود به صحنه، متن نمایش پیش رویشان قرار گرفت که بفرمایید آقایان، شما بیش از هزار سال حضور در این اقلیم درباره برابری، مساوات و قسط اسلامی در قرآن و احادیث در مسجدها و تکیه‌ها از بالای منبرها در لوای خطابهای پرتمطراق و آمیخته به ریا و سالوس و فرزندان ایران زانو زده بر زمین در پیشگاه شما به ایشان وعده و وعید دادید، مخصوصا در جغرافیای ایرانی ما درباره قسط اسلامی و عدل علی رود درازی بسیار نمودید. حال به قول فرزانه طوس، این گوی است و این میدان، بیارید آنچه دارید ز مردی و زور با آن همه دانایی و کرفر، یا آن وعده ها را، یا آن وعده ها و وعید ها را که داده اید و صغرا و کبرا ها که چیده اید جامعه عمل بپوشانید، یا از حیات روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دینی ملت ایران حذف شوید تا بتوانیم در برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت بومی ایرانی در رنسانس نوین خود را بازسازی کنیم. چون با حضور شما در این سرزمین، این هویت رنگ ملی خود را از دست داده و لباس امت اسلامی به تن کرده است و به ایران میگن ایران اسلامی به تن کرده است و ما بدون داشتن هویتی همزاد خیش زیربنای استوار بر زندگی مدرن خود نمیتوانیم بنا کنیم و با این تمهید اهورای جمعی ما فرزندان ایران زمین را وظیفه مند نمود تا اسلام را نه به عنوان یک شریعت که او را در طول قرنها از آموزه های خود انباشته و در تصویر خود نگاه داشته، بلکه به عنوان یک جهانبینی در نظر بگیرد و با گرفتن فاصله و از بیرون و کم و بیش از دور به آن نگاه کند تا متوجه شود که این شریعت ضد ایرانی در طول قرنها حضور در حیات روحی، روانی و اجتماعی ما چه سود و زیان و خیر و برکتی برای من داشته است. و البته خرد جمعی و دوراندیش ملت ایران به خوبی می‌دانست که این جماعت همیشه طلبکار و برگرده ملت ایران سوار، مردان میدان عمل و خیرخواهان این سرزمین نیستند و حفظ نظام را بر حفظ ایران ترجیح می‌دهند، زیرا جنسیتی ضد ایرانی و ترکیب متضاد با هویت فرزندان این آبهای و سمبل‌های پهنه فلات ایران دارد. اما در درازای تاریخ و حضور هزاره‌ای در این سرزمین، فرصت دگرگونی و امکان گسترش سلطه شرعی و نهادیده کردن تابوها در عرف و تثبیت سنت رسول الله در تبدیل آن به اسطوره مقدس و معالن به انقیاد در آوردن اندیشه ایرانی و ایجاد پایگاه قدرت و مشروعیت و داشتن تکیگاه استوار و ابدی در راستای حضورش، پس از فرونشستن عصبیت و کند شدن شمشیر عربی در این سرزمین و سیامت خود از یک سو، ذهنیت ما را از بنیاد و ژرف‌ترین لایه‌های روانی با موزاییک موهومات و ساروج خرافات با اهرم توحید و ابزار خطرناک صراط المستقیم و سجده بر الله یعنی کامول لومپنیسم فلسفی در حوزه دین و مقدس جلوه دادن شخصیت‌ها و مناسک عربی اسلامی پیریزی و از دیگر سو ما را به تدریج از هویت کهن ایرانی ستایش آتش، این برجسته‌ترین گوهره درخشان طبیعت که حضور آن در آفرینش و خلق کلیه دستاوردهای مادی و معنوی فرهنگ و متراکم معنوی فرهنگ و تراکم مدنیت همه جا نمایان است، که به قول بابا طاهر، به هر جا بنگرم آنجا تو بینم، یعنی تأثیر آتش رو همه جا در دوروبر خودمان میبینیم و بعد اینا میان همه این مزایای بنیادی را از زیر پای ما میکشن بیرون، ما رو میکنن آتش پرست و گبر و کافر و هزار جور مزخرفات. چقدر واژه در زمین ساختن برای ما.
و منفور جلوه دادن آن یعنی این سمبل دیانت ایرانی به تخریب آتشکده ها و افراشتن مسجد ها بر ویرانه های آن و مقدس جلوه دادن بارگاه دناعت اسلامی یعنی جایگاه حقیر و فرومای ساختن انسان راست آمد که برای راست آمد شدن نیای کهن دستگم 200,000 سال تلاش پیگیر و رنجبار در بستر تکامل و فراپویی انسانی و بالا رفتن پلکان دانایی در بایگانی هوشمند ما ذخیره کرده است و از میان برداشته دولت ایرانی، دیانت ملی و تهاجمی سخت بر ارکان زبان فارسی، این زیر مجموعه بنیادین هویت که در شیوایی و لطافت ابرمرد خراسانی در سرودی گفت: نگه کن تا سحرگه بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی، و در آستانه بیرون راندن آن از حافظه قومی ما و توهی کردن از ارزش‌های والای ایران کهن و انباشتن از سمبل‌های عفونت‌بار عقیم ساز خود نمود، به طوری که انبوهی از هموطنان ما امروز ابلیس اسلامی این عامل از خود بیگانگی ما را در کنار خود می‌بینند، اما در اثر دینخویی و اسلام‌بارگی او را بی جان می‌آورند و این خویشاوندی پنهان آن حقیقت مکنونی است که انقلاب 57 با قرار دادن روحانیت بر اریکه قدرت پیش روی من قرار داد که هر چه زودتر با همه توان خود آن را از حیات روحی و روانی جامعه ایرانی من بیرون برانیم. اما در این راستا ملت ایران ابتدا به وساطت ملا و مکلا، این شعبده بازان عمامه و بی عمامه دار، ناگزیر بود شریعت اسلامی را بر میدان فراخدامن نقد و تجزیه و تحلیل قرار دهد تا در کار بچکافی درونی و برونی آن نقش ضد ملی و ضد ایرانی این اهریمن دیمخو مشخص و نمایان شود که آنچه مقدس و الهی بود در عمل اهریمنی است حاکم بر سرنوشت و سرزمین نیاکان که باید جهت بهزاسی جامعه این دمل بدخیم را از روان و حافظه فرهنگی خود حذف کنیم، و این جراحی تاریخی آن هدف مقدسی است که در پس آن سؤال استفهامی چه باید کرد قرار دارد، و در راستای مقابله هست و جایگزینی برای آن آلترناتیو یا بدیل ملت ایران تکیه بر میراث نیاکان و حرکت آگاهانه به سوی وطنگرایی ملی است، و در این راستا تا زمانی که سرانگشتان فرزندان ایران قبضه اسلحه نیرومند ناسیونالیسم ملی را هوشمندانه لمس نکند و تکیگاهی استوار بر سمبل‌های پهنه فرات ایران به عنوان راهنما و جایگزین نجوید، حریف تا ابد بر گرده ما سوار خواهد بود و ما کرکور راه به جایی نخواهیم برد. سمبل‌هایی در راستای ایجاد نظام جمهوری یا هویت ملی در رنسانس نوین خود که خوشبختانه انقلاب 57 با حسب سلطنت به استقرار جمهوری بستر زیرین برای فراخوی تاریخی را فراهم کرد که پس از زیر کشیدن این شیادان عباپوش و مزاحم راه رشد و ترقی از اریکه قدرت و بیرون راندن آنها از صحنه بدون بیم و حراس از برهم خوردن تعادل در انتخاباتی آزاد، ملت ایران با رأی خود فرد دیگری را بر رأس هرم جمهوری قرار دهیم تا چرخهای جامعه را با همکاری مجلس و دولت ملی بگرداند، و همکنون آنچه برای انجام میماند اقدام سترک فرهنگی در ایجاد و احیای هویت ملی بومی و ایرانی است، و اگر این ابزار و راهکار را همکنون در اختیار نداریم باید در ساختن آن بکوشیم تا ساروج اتحاد ارگانیک و هوشمند میان اهالی ایران زمین فراهم آید، هرچند که انقلاب مشروطه یک قرن پیش با حرکتی محجوب و کمترین خونریزی گامهای اولیه را در راستای بازسازی جامعه با حسب سلطنت قاجاری به عنوان هدف نزدیک و چندگامی در برپایی وحدت ملی و افکندن تصویری از نظام جمهوری در اندیشه انسان ایرانی و از میان برداشتن عقب‌ماندگی پاجبار تاریخی با حسب نهاد فرتود و بازدارنده سلطنت ایلی قاجاری و ایجاد احزاب مستقل و سازمان‌های همگرا
در جهت به دست گرفتن سامان سیاسی، احیای اقتصاد ملی و حفظ استقلال برداشته بود و انقلاب 57 گام قولاسایی در راستای دستیابی به هدف دور، یعنی احیای هویت و بازسازی روان دوباره با حذف تفکر و جهانبینی اسلامی از روان جمعی، فرهنگ ملی، مدنیت ایرانی در پهنه فراد در دستور روز قرار دارد. حال در این راستا پیوسته از زبان هم بخنان شنیده می شود که اگر ما همه با هم متحد شویم، ستون فقرات حریف را در هم می شکریم. اما سالها گذشت و این اگرها تحقق نیافت. مشکل در کجاست؟ چقدر دیگه وقت داریم آقای سروی؟ دو سه دقیقه دیگه داریم. اگه دو سه دقیقه دیگه هم هست، من یه بند رو می خونم. بفرمایید. بعد این تعریف اتحاد رو من قبلا در یه جای دیگه برای شما گفتم که در همینجا اومده. مشکل در کجاست؟ ابتدا برای ایجاد اتحاد باید هدف مشخص شود تا نقش ساروج اتحاد رو بازی کند. بدون هدف مشخص معین، شناسایی دشمن مشترک بین افراد، گروه ها، ارگان ها و اعضای جامعه، ساروجی برای به هم پیوستن ایجاد نمی شود. اتحاد را تعریف کنیم تا بدانیم دردمان را این معجون در شرایط فعلی درمان می کند یا باید تدبیر دیگری بیندیشیم، چون اکثریت عظیم ملت ایران امروز دیگر در روستاها در فضای محجور، محدود و کم و بیش خودکفای دهکده که شکلی از فدرالیسم و خودگردانی بومی که خان مسئول امور دنیوی سیاسی، در ملا با یک مسجد مسئول امور اخروی و یک کدخدا به عنوان نخص وزیر با چند دستیار به نام معتمدین که هیئت دولت او محسوب می شدن قرار ندارد. اتحاد، تعریف اتحاد. اتحاد در حیات انسان یعنی به هم پیوستن، در کنار هم قرار گرفتن، نوعی یگانه شدن و البته نه هم رنگ بودن، در هم دیگر حل شدن، استیلای یکی بر دیگری را پذیرفتند، بلکه دست در دست یکدیگر و همگام شدن در راستای هدفی مشترک و مشخص، یعنی نوعی ائتلاف و همکاری در جهت برپایی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ملی و از میان برداشتن سایه اهریمنی اسلام تا از یک سو زیربنای مدنیت مدرن از وجود این انگل سمج پاک سازی گردد و از دیگر سو فرهنگی در راستای حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی و سلوک مشترک پیریزی شود. خط به گفته بود. از شما بسیار ممنونم. اجازه بدید که به دوستان یادآوری کنم که میتونن از طریق فیسبوک شما یزدان خداوندلو با شما در تماس باشن اگر سوالی پرسشی هست، یا با ایمیل، فیسبوک، تلفن، به هر صورتی که براشون راحت تر هست مطرح کنن تا در برنامه‌های آینده درباره پرسش‌های اونها صحبت کنید، پاسخ بدید، یا درباره نظراتشون شما هم نظر خود رو بیان کنید. ممنونم از اینکه با ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم آقای خداوند. بر شما سرید شرمندگان و بینندگانتون. مرسی. خب دوستان عزیز، این هم برنامه امروز آقای یزدان خداوند رو بود. این برنامه ها در فاصله بسیار کمی روی یوتیوب هم گذاشته میشه، ضمن اینکه کم کم احتیاج به یوتیوب داره از بین میره، چون همین الان که ما صحبت کردیم فیسبوک یک قدم هم از دیگران جلوتر گذاشته و همین الان به صورت بایگانی اونجا گذاشته و دیگه شما حاضر لازم نیست در یه ساعت معین جایی باشید، هر ساعتی از شبانه روز از هر جای دنیا میتونید با رفتن به فیسبوک یا یوتیوب ویدیوهای تلویزیون مردم رو، چه ویدیوهای برنامه‌های خود من، چه برنامه دیگر دوستان که لطف میکنن و در این تلویزیون صحبت میکنن تماشا کنید. بهترین ها رو برای شما دوستان آرزو میکنم و امیدوارم که برنامه های ما رو به دیگران هم معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش.